به صورت آشنای خانوادگی که من میشناختم بعد از تلویزیون ما هم اومدن، این داره کمپین میکنه، این داره در واقع لابی میکنه برای جمهوری اسلامی. خب پس بنابراین در یک زمانی منم اشتباه کردم که این آقا رو آوردم در تلویزیون بغل خودم نشوندم و باش مصاحبه کردم و اون زمان به این شدت من نمیدیدم قضیه رو، ولی الان نگاه میکنم میبینم که بل با سی ان ان مصاحبه میکنه، با این ور مثلا جلسه میذاره که مطبوعاتی آمریکایی رادیو تلویزیون آمریکایی مسائل ایران رو به غلط دارن حلاجی میکنن. حالا من البته مجبورم مثلا اسم این آقا رو اینجا ببرم، چون برای من گفتم وقتی مسائل انقلاب ایران و مردم ایران مطرح، دیگه رفاقت و خانوادگی دوستی اینا دیگه کنار میره. من با نهایت شرمندگی نسبت به مادر ایشون که واقعا خانم حاجی خانم مهربان و منم خیلی دوست دارم و همیشه در حال برای من دعا میکنن، هر وقت گاه کداری به من تلفن میزنن و پشت تلفن برای من دعا میکنن، ولی مجبور هستم که اسم پسرشون رو بیارم، چون اشتباهی که من مرتکب شدم و باید توضیح بدم که موضع من در مقابل این نوع آدم ها فرق میکنه، دوستم باشه، رفیقم باشه، رفت آمد خانوادگی داشته نداشته باشیم، من میام اینجا و قضیه رو با مردم در میون میذارم که بدونن قضیه چقدر جدیه. این آقا شخصی هستن به نام کاوه افراسیابی و بنده ایشون رو در تلویزیون آپادانا داشتم، با ایشون هم مصاحبه کردم در مورد طرحهای به اصطلاح عمرانیشون که طرحهایی که میخواستن در ایران برگزار کنن، برپا کنن و اجرا کنن با من صحبت کردن. حالا فکر میکنم در این موارد بود، یادم نمیاد دقیقا، ولی الان نگاه میکنم در مصاحبه هایی که میکنم با تلویزیون های آمریکایی میگن که اولا شدیداً از دولت آقای احمدی نژاد و از سیاست های آقای خامنه‌ای دفاع میکنن در همون روزهای اول برخوردها و جنبش و شدیداً میتوپن به موسوی که اصلا موسوی مطلک داده، همینجور رو هوا داره حرف میزنه، همین انتخابات تموم نشده گفته تقلب شده. دیدم شدیداً به موضع موسوی داره حمله میکنه که در واقع اون بر قضیه تایید خامنه‌ای و احمدی نژاده و من همینجور انگوش به دهن موندم که ای بابا چی شد؟ این دوست آشنای ما آقای کاوه افراسیابیه که داره این صحبت داره میکنه؟ عجیبه. حتی ایشون استاد دانشگاه بوستون یا چنین جایی هم هستن، به هر حال نمیدونم. و من متحیر واقعا انگوش به دهن موندم و بعد میبینم که جلسات مختلف میذارن این گروه های حقوق بشر آمریکایی رو که یه سری آدم های ساده لوح هستن جمع میکنن و گروه های محلی حقوق بشری آمریکا، مثلا فکر کنید خانم خانداریه یا معلمه، نمیدونم یک مثلا صاحب توده های معمولی مردم هستن که دلشون برای حقوق بشر میسوزه، بعد بعضیشون دل پرخونی از دولت آمریکا دارن، اینا ندونسته بدونی که بدونم واقعا در کجا دارن ازشون سوء استفاده میکنن، اینا رو جمع میکنن، جلسه میگیره، بعد خبرنگار تلویزیون جمهوری اسلامی میاد این خانم آمریکایی خونه دار یا معلم ساده یا یه پرستار ساده یا نمیدونم به هر حال آدمای ساده میان بله این دولت ما، این رادیو تلویزیون های ما ظلم میکنن در مقابل مردم میدل ایست، ظلم میکنن در مقابل فلسطینی ها، انتخابات حماس رو تقلبی میکنن اعلام میکنن، انتخابات جمهوری اسلامی رو تقلبی اعلام میکنن، دولت ما اصلا دولت زورگویه، اینا رو اون جمهوری اسلامی تیتر اول خبراشو میکنه، بس سمینار میذارن که برخورد وسایل ارتباط جمعی آمریکا با مسائل ایران و بعد نتیجه گیری میکنن. همین آشنای ما این کارو داره میکنه، من تا امروز نمیدونستم که این آقای کاوه افراسیابی سمینار میذاره، با سی ان ان صحبت میکنه، با صدای آمریکا صحبت، تمام به اصطلاح برآیند تمام اینا، حاصل تمام این صحبت ها سمینار ها اینه که دولت آمریکا خط میده به وسایل ارتباط جمعی آمریکا، میگه شما چیکار کنی و اونا این کارا رو میکنن و اینا تو تلویزیون جمهوری اسلامی با وسعت هرچی بیشتر پخش میشه. من یک سوال دارم از آقای کاوه افراسیابی که نون نمک خوردیم با هم دیگه و بارها و بارها در منزل مادر ایشون بنده بودم، رفتم اومدم، بردم مادرم رسوندم، بردم مادرم برداشتم آوردم، تمام اینا با تمام آشنایی که من دارم. آقای کاوه افراسیابی، شما که به این شدت از جمهوری اسلامی
حالا من متوجه شدم که در واقع یک وظیفه خودتون برای خودتون قائل شده، دولت جمهوری اسلامی براتون قائل شده، نمیتونم نمیتونم قضاوت بکنم، ولی به هر حال این کاری که شما دارید میکنید یعنی دفاع مطلق از جمهوری اسلامی و صحت و تایید کارهای آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد در مورد این تجاوزات زندان‌ها، حالا چی فکر میکنید؟ این کمیته‌های حقوق بشری که شما تشکیل دادید، این آمریکای بی‌نوایی که ایراد به تشخیص نمیدن و نمیدونن مسائل حقوق بشر در ایران چیه و فکر میکنن که دولت آمریکا که در بسیار موارد دولت آمریکا زورگو هست، شکی درش نکنیم، ولی نمیدونن که در مسائل ایران چقدر زورگو است و چقدر حق داره و چقدر حق نداره. شما میارید اینا رو و مرتب از حکومت جمهوری اسلامی دفاع میکنن و به سر دولت خودشون میکوبند که گفتن در بسیار مواقع حق دارن تو سر دولت آمریکا بکوبند، ولی در این مورد خاص من نمیبینم چنین چیزی، جاپایی رو من نمیبینم. شما قضاوتتون چیه که توی مملکت ما من اصلا به قطعای گورهای بینام اصلا کاری ندارم، به این که شما رو ایرانی رو ایرانی رو دولا کردن و بهش تجاوز کردن و بعد ازش پرسیدن که این دخول چقدر انجام شده و آیا اون که به شما دخول کرده به ارضاء شده یا نه، شما نقش این سازمان حقوق بشر دوست عزیز، دوست که نمیتونم بگم آشنای عزیز، آقای کاوه افروسیبی در چی میبینی و یارانتون؟ این وسائلت با جمعی آمریکا درست کرده این ماجرا رو؟ حکومت که شما ازش دفاع میکنید آیا جوابی دارید براش که من و شما رو این حکومت به پست‌ترین و رذیل‌ترین شکلی شکنجه داده، از نظر انسانی ما رو نابود کرده، این خم شدن و دولا شدن و تجاوز و دخول و ارضاء رو آمریکایی به ما کرده؟ آقای خامنه امروز این مرد از خدا بی خبر امروز اومده میگه آقا توجه نداره مسئله ما الان کشته شدن تعداد زیادی یا سه چهار تا از زندان کهریزک نیست، هم به کوی دانشگاه نیست، این مرد زرنگ، این رهبر زرنگ که فکر میکنه زرنگه، میاد افکار عمومی مردم رو میخواد منحرف بکنه، میگه ما با شدیدترین شکلی با مسائل و تخلفات در کوی دانشگاه و زندان کهریزک برخورد خواهیم کرد. اول تخلف نیست آقا، این اسمش تخلف نیست، این اسم جنایته. تخلف یعنی چی آقای خامنه‌ای؟ تخلف یعنی یه چیزی که کار خلافی کردی، یعنی جون هست. ما با خلاف روبرو نیستیم، ما با جنایت روبرو هستیم آقای خامنه‌ای. اولا دون که آقای خامنه‌ای شما چرا مسئله رو عوض میکنید؟ امروز مسئله کوی دانشگاه و زندان کهریزک دیگه مطرح نیست، مسئله گورهای دست جمعی مطرحه آقای خامنه‌ای، موضوع تجاوزهای دست جمعی مطرحه و این آقای زرنگ به خیال خودش میگه مردم، این دشمنان مسئله زندان کهریزک و کوی دانشگاه رو دستک و دنبک کردن که تخلفات به اصطلاح خلافکاری که در انتخابات کردن، تظاهرات نامشروعی که اقدامات نامشروعی و کودتای نرمی که بخواستن علیه حکومت بکنن از لوس بشه از بین بره، یعنی تظاهرات مردم رو ایشون میگه آقا این مسئله است که چرا مردم تظاهرات کردن هستن. ما یادمون نره مسئله اصلی ما نظام اینه که چرا مطلق چرا این اتفاق افتاد، چرا مردم اومدن تظاهرات و آبروی نظام رو بردن، نمیگه که علت این تظاهرات چی بوده. تظاهرات معلول بوده آقای خامنه‌ای، علتش یه چیز دیگه بوده. این میگه علت فراموش کنید، تازه علت هم نمیگه چی بوده، تقلب در انتخابات نمیگه، کشتارهای دست جمعی رو نمیگه، تجاوز رو نمیگه، بند کردن زندان کهریزک و حمله به کوی دانشگاه. آقا شما خود آقای موسوی
اسم 69 تا قربانی شهید رو به شما داده، چرا یه جا در این صحبت‌ها نمی‌گه 69